کشتی امیدهای جهان در کشور آلمانی شروع شده و در حال برگزاری است. کشتی فرنگی امیدهای جهان آلمانی 2024. تو وزن 55 کیلوگرم علی احمدی وفا دور دوم 8-0 ایوان استفانسکی از اوکراین رو شکست داد. استفانسکی از اوکراین تا اینجا هم با برتری 2-0 همین کشتیگیر هم در نوجوانان و جوانان عنوان قهرمانی رو به دست آورده. چه زیرکانه و اینجا هم حریف خودش رو به پل میزنه. با ضربه فنی کار خودش رو به اتمام برسونه. 6-0 14-26 ثانیه. اجرای فن فیتو و از بالا هم به پل زد. 5-2 تا اینجا نتایج خوبی رو به دست آورد. دور بعد آدام اولباشف از روسیه رو 7-1 مغلوب کرد. علی تو نیمه نهایی 14-5 مور از هند رو شکست داد و فینالیست شد. هم در مسابقه با نماینده هندوستان، مور از هندوستان، کشتیگیری که در سطح رقابت‌های نوجوانان جهان و در رقابت‌های جوانان جهان یه لحظه با گردش یه سرزیر بغل بسیار عالی سالتو بارانداز از جمله تاکتیکا و تکنیک‌های مناسب کشتیگیران فرنگ‌کار است. یه مقدار عجولانه عمل کرد و مدیر محترم شبکه تهیه کننده و مدیر پخش این فرصت رو به ورزش اول کشورمون خواهی کرد و امتیاز بعدی رو هم به دست آورد و اینجا هم با مشک سقاط بالا به پل زد. آقای حسن رنگز و آقای ارغش گز مربیان استان خوزستان به چه زیبایی فینال مسابقات راه پیدا کرد. احمدی وفا تو فینال 11-3 راشاد ممدوف از آذربایجان رو مغلوب کرد و طلایی شد. بالاخره با سماجد از سختی او رو بالا میره یه سال تو برنداز دو امتیاز. اون با طبق روال کشتی فرنگی به کشتی ممدوف فدن اینجا یه پیش اگه اجرا میکنه میره توی خاک کنه حریف خودش که اجرا کنه نمیدونی. دلاغ خوزستانی ما همچنان به دنبال اجرای فن برنداز هست. خور یه برنداز اجرا میکنه من موفق میشه دو امتیاز بگیره از حریف خودش. بتونه یه برانداز دیگه بزنه برانداز بعدی هم اجرا میکنه و موفق بشه یه دو امتیاز دیگه هم بگیره و اجرا کارو نمیده همچنان به دنبال سالت برانداز ها هست. اونجا عقربکو اجرا میذاره و پل میذاره حریف خودش یه عقربکی زیرا دو امتیاز 7-3 میره برای سالت برانداز حریف بالا میاره لیفت میکنه و سعی میکنه سالت برانداز اجرا بزنه اینجا یه سالت برانداز 4 امتیاز به خوزستانیا به ایزیا به بختیاریا به همه عزیزان میکنه قلبشون برای ایران عزیز میتپه ریچ میگه ایران ما قهرمان. اون تو 2 سال اخیر قهرمان نوجوانان و جوانان جهان شده بود. تو وزن 60 کیلوگرم محمد مهدی غلامپور دور دوم 12-2 کاتسار از بلاروس رو شکست داد. کاشنی کارش میکنه عالی کار کرد غلامپور بالاخره با سماجت و سرسختی میره که لیف کنه علی خودش رو اینجا غلامپور میره علی خودش رو از تشک جدا کرد باید بچسبه به بدن و بعد اجرای فن کنه اینجا این کار رو انجام میده. دلاور شیرازی ما تونست پیروز میدان باشه و غلامپور دور بعد 10-5 مغلوب نیهاد گلوزاده از آذربایجان شد و حذف شد. غلامپور به هم زد دو امتیاز داد قاضی میشه باز هم میره دنبال بارانداز به سرعت بارانداز اجرا میکنه اینجا دیگه دور میزنه و بلند میشه اجازه نمیده قلی زاده اینجا یه لحظه لیف میکنه علی خودش عالی کار کرد آفرین به این کشتیگی چنین به قلی زاده یه بار دیگه لیف میکنه میره که اجرا کنه یه لحظه خودش گیر میفته هنوز دستش عوض نشد دیگه امتیاز دادن دو امتیاز دادن میتونه این کار رو انجام بده همچنان دستان دو کشتیگیر کار میکنه یه لحظه میره که اجرا کنه سالتو رو اینجا دیگه باز هم خاک میشه دو امتیاز دیگه میدن نبایستی ریسک کنه اجازه نداد کاملا کتوشو بسته و خودش هم دیگه خسته شده و از خودش ایستاده کاملا ثانیه های پایانی است 3 ثانیه 2 ثانیه و 1 ثانیه اینجا هم وقت به اتمام رسید غلامپور رقابت رو واگذار کرد حالا یه لحظه اخلاق هم ببازه دست ولیزاده به عنوان کشتیگیر پیروز بالا میره استاد اعتصامی در خدمتتون هست. تو وزن 63 کیلوگرم عرفان جرکنی دور اول 8-0 کشتیگیر فنلاند رو مغلوب کرد. میکنه میتونه به بولتری بره در رفت و برگشت خب عالی کار کرد دور زد پاش بیرون نرفت اجازه کار رو نمیده اینجا دیگه یه لحظه علی خودشو لیف کرد این سالتور اجرا کنه دو امتیازو بهش میدن کنار منطقه زون این کارو به خوبی انجام میده عالی کار کرد در منطقه زون بیاره داور وسط هم دست این کشتیگیر رو به عنوان کشتیگیر پیروز بالا میبره. دور بعد 6-2 بیژوئف از روسیه رو شکست داد. اون دور بعد 3-2 مغلوب کشتیگیر مولداوی شد و به جدول بازنده ها رفت. جرکنی تو مسابقه رده بندی 8-0 واردانیان از ارمنستان رو مغلوب کرد و برنزی شد. تلاش خودشو بیشتر بکنه جرکنی و در نهایت حریف خودشو بیرون از تشک میبره. حالا بعد ببینیم چه امتیازی رو میدن به حاضر نشو در گروه بازنده ها
کشتیگیر مولداوی رو شکست داد. اینجا هم یک امتیاز بعدی رو هم به دست میاره. برتری 8 بر 0 برام میخونه دست اورو ممان فرد پیروز بالا برد و با این پیروزی برای سکوی سوم جهان قرار. تو وزن 67 کیلوگرم احمد رضا محسن نژاد دور اول به کشتیگیر اسرائیل خورد، اما وزن کشی نکرد و از دور مسابقات حذف شد. احمد رضا چند هفته قبل قهرمان جوانان جهان شده بود. تو وزن 72 کیلوگرم دانیال سهرابی دور اول 8 بر 0 میری لاین از استونی را مغلوب کرد. اون دوره بعد 10 بر 1 اسکات از آمریکا رو شکست داد. به دومالین است تا دوره رو به هم بزنه و این کار رو هم میکنه به بیرون از تشک. بار اندازو در اختیار داره. اینجا هم به پل میزنه، دو امتیاز بعدی رو دریافت میکنه. نج کشتی 4 بر 0 حالت لیفت کردن حریف رو کاملا از تشک جدا کرد، اما نتونست. رقابت‌های المپیک پاریس داشت. خب یه لحظه با پیشانداز اینجا حریف رو خاک میکنه، دو امتیاز بعدی رو هم به مجموع امتیازاتش اضافه میکنه. 38 ثانیه از زمان کشتی باقی است. یه لحظه به حالت کمر دو کمر چست تو چست از بغل به پل زد و داد کشتیگیر امریکایی، اما تا این لحظه هم نتونسته در مسابقه با دانیال سهرابی کشتیگیر شایسته استان خوزستان در نهایت به بیرون از تشک. تلاش بیشتر میتونه یک امتیاز بعد رو هم به دست بیاره و عملا این پیروزی رو هم به نام خودش با برتری 9 بر 1. دانیال دور بعد با نتیجه 9 بر 0 و ضربه فنی مغلوب خاچاتریان از ارمنستان شد و به گروه بازنده ها رفت. برانداز یه بار اندازم اجرا کرد، نوعی دست راست حریف رفت، یه لحظه سلطان اجرا کرد اما رو خودش انداخت لحظه و میره که ضربه فنی میشه. فنی رو همینجا اعلام میکنه. ارمنستانی داور وسط هم دست کشتیگیر ارمنی رو به عنوان کشتیگیر پیروز. سهرابی تو این گروه 8 بر 0 پورتمن از سوئیس و 9 بر 0 باربانوس از سوئد رو شکست داد و برنزی شد. از سمت چپ شانس خودش رو امتحان می‌کنه، بر 0 میشه. اون دو امتیاز هم به اون میدن، میره که یک لحظه تندر اجرا کنه، کمرگیری میکنه، ضربه فنی کنه، دو امتیاز دیگه میره، یه بار انداز همچاشنی کارش میکنه. دلاوره و خدا ان شاءالله دلش رو شاد کنه، میتونه حتی طلای بزرگسالان جهان رو هم در کارنامه خودش داشته باشه. دلوقتي. تو وزن 77 کیلوگرم علی اسکو دور اول 8 بر 1 کشتیگیر سوئد رو شکست داد. چیکار میکنه؟ عالی کار میکنه. با دست عوض کنه، این کار رو به خوبی انجام میده. یه لحظه پای علی خودش رو از تشک خارج کرد. آخر یه لحظه هم اینجوری علی خودش از تشک جدا کرد، اما به سمت جلو حرکت کنه. یه لیفت عالی کنار منطقه زون. اینجا دیگه انقدر تکون میخوره که قرص محکم در خاک نشسته. باید مراقب باراندازهای این کشتی باشه. خودش یه لحظه رفت دنبال بدلکاری، باید قرص محکم بنشینه در خاک. به خوبی دارن کار میکنن. یه لحظه هم تعادل رو به هم زد، میره که به پشت تعریف بره. شیر بچه آملی که خوب کار کرد، یه بار انداز رو هم چاشنی کارش میکنه. کنار تو شکم آیه رنگرز میگه اجرا نکن. یه لحظه هم سالتو رو به زیبایی هرچه تمام در تونست. علی اوسکو اولین پیروزی رو برای دور بعد 9 بر 1 مقابل گوتو قهرمان سال گذشته از مولداوی مغلوب شد و به جدول بازنده ها رفت. یه لحظه میره چه فیتوی رو اجرا میکنه، چه فیتوی رو اجرا کرد اسکوب. ببین اگر بعد صحنه آهسته که اینجا تو این زاویه برای پاش بیرون رفت و اجرا کرد. یه لحظه اینجا پاش رو زمین تماس گرفت دیگه، پای راستش چپش تو رو تشک بود. ولی خب ممنون و متشکریم. روسینا رو بالا نگه داشته باشه که این کارو به خوبی داره انجام میده. حریف رو اگر از تشک جدا کنه میتابونه. این کارو انجام داد، یک بار دیگه ببین این کارو انجام بده. تعادل اسکوب به هم بزنه، یه لحظه سمت جلو حرکت میکنه. استی جدا بشه، یه بار دیگه میاد که لیف کنه. یک لحظه هم تعادل این کشتیگیر گوتو رو به هم زد، سعی میکنه که تعادل حریف رو به هم بزنه. یه بار دیگه بعد این کار انجام بده، این بار دیگه هوشیار هست و حریف خودش رو بعد اجرای فن کنه. میره بدون بالا بارانداز از سمت چپ، این دو بارانداز اجرا کنه و بارانداز هم میتابونه. گذار کرد داور وسط هم دست این کشتیگیر رو به عنوان کشتیگیر پیروز. اسکو تو این گروه 9 بر 0 کشتیگیر آلبانی، 10 بر 0 کشتیگیر کلمبیا و 6 بر 4 کشتیگیر ازبکستان رو شکست داد و برنزی شد. انجام میده بعد در نهایت با برتری 9 بر 0 پیروز. هم اسکو پرتلاش ظاهر شده. میره بر کلند، یک کلند از زیبا برقاسا، دو امتیاز میدم به حال فنشو چهار امتیازی زد. حالا یک بار دیگه کمرگیری خاک به سمت حمید سوریان، باز به دوباره سالتو برانداز حریف لفت میکنه، بالا میاره و سالتو برانداز اجرا میکنه. چهار امتیاز سعی میکنه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. میشه یک لحظه برای کمرگیری که قبلا داور سود زد کشتیگیر ما متوجه میره بر فن کمر، یه لحظه فن کمر به اجرا بذاره که بالاخره فن کمر به اجرا میذاره. چهار امتیاز داور وسط میده، قاضی دو امتیاز رو میکنه، یه امتیاز هم کشتیگیر ما میگیره، دو تصویب میشه. اینجا یه برانداز هم اجرا میکنه و موفق میشه کشتیگیر رو 3-2 میکنه. دوسکو یه لحظه حریف رو لیفت میکنه، میره برای سالتو برانداز، یه لحظه صدر سال
یه سال تومن انداد دو امتیاز. اختار رو نمیده و برمیگردیم به مبارزه. به هر حال ما کشتی کشورمون اینجا یک بار دیگه کشتیگیر ما با یک کمرگیری. حالا اینجا اختار به کشتیگیر ما میدم و دو آقای حسین زاده ببینیم اینجا با هم ببینیم اینجا خود کشتیگیر ببینید سرزد که باسم تمارز میکنه. اینجا ببینید سر رو ببینید به چه شکلی میبره نزدیک و میره برای کمرگیری. اینجا یه لحظه فن کمر 4 ثانیه 3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه یه خاکم میکنه دو امتیاز هم میگیره. تمام هنوز وقت تمام شده بود. اینجا یک ثانیه اینجا به وقت به اتمام میرسه. دلاور آملی ما موفق شد رو شکست بده و یه مدال برنز تقدیم میکنه به ملت عزیز ایران. تو وزن 82 کیلوگرم محمد ناقوسی دور اول 5-0 بوکیس از یونان رو شکست داد. مقاومت می‌کنه میره بالا بالانداز باز هم مقاومت می‌کنه بوکیس. اینجا دیگه لیفت می‌کنه از خودش رو میره که سلسله اجرا کنه به خوبی. چپ براندازو نشون داد بلافاصله سمت راست اینجا دیگه لیفت کرد و سلسله‌شو اجرا کرد. در نهایت محمد ناقوسی عزیز ما شیر بچه خوزستانی دستش به عنوان کشتیگیر پیروز. دور بعد 11-0 مارک ویربا از چک رو شکست داد. حالا در واقع در تایید این حرف آقای حیوالا اخلاقی اشراف بیشتری تو این قضیه خواهند داشت. در همان ابتدای کار نایب قهرمانی علیرضا محمدی و مدال برنز امین میرزازاده که قهرمان جهان هم شد اینجا هم یه لحظه با صندلی کوچ هم آقای ارغش یکی از مربیان اینجا هم با چه زیرکی موفق شد حریف خودش به دست آورد. نجه کوچ حالا 6-0 میشه. اینجا هم با لیفت کردن امتیازات بعدی و از بالا به پل میزنه. اون دوره بعد 8-0 عماد ابوالعطا از مصر رو شکست داد. چک جدا میکنه سلطان اجرا میکنه سلطان رو به خوبی اجرا میکنه و دو امتیاز میگیره. آفرین به دلاور. از همونجا قصد داره که حریف خودشو از تشک جدا کنه لیفتش کنه این کارو انجام میده. بچه‌ها به خوبی لیفت کنه اینجا دیگه اجرا میکنه سالتو رو اجرا میکنه و دستش به عنوان کشتیگیر پیروز بالا میره. محمد تو نیمه نهایی 6-1 ناکایف از آلمان رو شکست داد و فینالیست شد. ناقوسی تو فینال 3-2 مللاشویلی از آمریکا رو شکست داد و طلایی شد. تو وزن 87 کیلوگرم یاسین یزدی دور دوم کشتیگیر لهستان رو 6-1 شکست داد. کار نشد چرا که کاملا باید به پل بزنه. اینجا هم اجرا میکنه باجه قلدری تمام. او اشاره میکنه تکرار کنه در واقع فرصت رو نباید از دست داد. 3-0 حالا با لیفت کردن از بالا دو امتیاز فاصله یک قدمی با بزرگسالان خواهد بود. حتما کشتیگیر یه لحظه با حالت دستو نشون داد اما وقت دوم در همون لحظه اول کشی با حالت تهاجمی کار دنبال میکنه. یاسین یزدی از قدرت بدنی خوبی برخورداره که تبریک میگیم به این کشتیگیر به مربیان سازندش. و دور بعد مقابل تورپال بی سلطانوف دارنده برنز المپیک و نقره جهان از دانمارک با نتیجه 6-2 دیسکالیفه به پیروزی رسید. یاسین تو نیمه نهایی 3-1 مغلوب کشتیگیر هلند شد. یزدی تو رده بندی 4-4 مغلوب بولکوادزه از گرجستان شد و پنجم شد. سینه یزدی خواهد بود اینجا هم از بالا اجرا میکنه فن فیتو رو. حالا باید بینید بله چارم که از اون میدن. مارسل استنگون بارک از هلند با نجیب سبریت مغلوب شد. امیدهای اروپا هم در کانمه قرمانی خودش یه لحظه با کمرگیری اینجا کاملا حریف در اختیار داره. بتونه با جایگیری در نهایت به بیرون از تشک کاملا در لاک دفاعی رفته دوباره وسط اختیار رو میده یا نه قاضی در واقع تایید نکرد اما رئیس تشک تایید کرد. کشتیگیر فرار کرد اما مقررات مسابقات به این شکل است و در نهایت یاسین یزدی با کسب عنوان پنجم. تو وزن 97 کیلوگرم شایان حبیب زاره دور دوم 8-0 مغلوب ابوبکر خاصلاخانوف از بلاروس شد و به جدول بازنده ها رفت. 4 امتیاز گرفت. نتیجه شایان حبیب‌زاده هم خسته است و قناعت کرده که با همین نتیجه رقابت رو واگذار بود. همچنان رو به جلو کشتی گیره و اینجا پاهای حبیب‌زاده رو از تشک خارج میکنه. اون تو این گروه 3-3 کشتیگیر گرجستان، 8-0 کشتیگیر سوئد و 8-5 کشتیگیر استونی رو شکست داد و برنزی شد که دیدیم به خوبی یک بار دیگه میری کاری رو لیفت میکنه و سلطان یه بار دیگه اجرا کرد.
خاصلا خانور رقابت واگذار کرد. دوباره وسط هم دسته. تو وزن 130 کیلوگرم فردین هدایتی، دور اول 8-0 محمد باکر قهرمان سال گذشته از ترکیه را شکست داد. دور بعد 12-4 کشتیگیر اوکراین رو مغلوب کرد. مختلف دیدیم که شایستگی خودش به نمایش داد. یه لحظه میره که کمرگیری کنه. میره که سال طور اجرا کنه. کشتیگیر اوکراین که رو خودش میندازه. چون یک بار دیگه سعی کنه که دستور اجرا کنه به خوبی خاک میکنه علی خودش رو. دو امتیاز حالا جبران میکنه. هدایتی. مطمئناً با اختلاف 8 امتیاز میبره. اوکراین 4 امتیاز گرفت. و یه بار دیگه هم قصدش این کار انجام بده. مایداتی بسیار پرقدرت هست، اینجا دیگه خاک میکنه علی خودش رو. نظرشون اینه که یه لحظه از پا استفاده کنه، زودی که قرار بده این کار انجام بده، میتونه با لحظه سرزیر بغلم کمرگیری کنه، یه لحظه روزنه پیدا کنه. اینجا دیگه پای علی خودش از تشک خارج کرد با قلدری هرچی تمامتر. اوکراینی اختار رو بدن که در خاک بنشینه. دوباره صحبت میکنه که اجرای کار داشته باشن. یک بار دیگه میره که پای علی خودش از تشک خارج کنه. اوکراین یک بار دیگه میره کمرگیری کنه، این بار هم پای علی خودش از تشک خارج کنه. بایستی پانختار رو بدن دیگه، کلا عقب کشید این کشتیگیر. کشتیگیران به همین منظور بیان که تمرکز علی رو به هم بزنن. باز هم دیگه ضربه مشهود بود این ضربه، بایستی پانختار رو بدن. اوکراینی بله دو امتیاز اگر بدن که دیگه تمام هست و این دلاور شایسته از این خطه که تونست پیروز میدان باشه. و دوباره وسط هم دست این کشتیگیر رو با مان کشتیگیری پیروز. اون دوره بعد 5-0 پاول هلینچوک قهرمان 97 کیلوگرم سال گذشته از بلاروس رو شکست داد. فردین تو نیمه نهایی 9-0 لازلو از مجارستان رو مغلوب کرد و فینالیست شد. هدایتی تو فینال به مسافه بابوریکو از روسیه رفت و 6-0 این کشتیگیر رو شکست داد و طلایی شد. یه حریف روسیه قرار گرفته در ابتدای کار کوبنده ظاهر میشه و سعی میکنه که شرایطو با شکلی به سبک امیر حسین زاره دست روزی دیکت میزنه و میره تنجی خواه کنه. یا اصلا حریف قادر چه اتاده لطفه به هم میزنه و مفهم بشن یا یک امکاز بگیره میتونست اتا برای قاسم رضایی امیر حسین زاره محمد هادی ساروی دلاوران المپیکی مال اومده یک بار دیگه باز میره موفق بشه پای حریف رو خارج کنه. تلاش هست اون که بتونه دستا رو رد کنه به خوبی و بتونه فیتو رو به اجرا بذاره. داور وسط به خاطر مکس و تعلل بیش از حد کشتی رو سرپا میده. نه در کنار تو یک با یه چرخیزی کارو نداد، همچنان کوبنده ظاهر میشه مهاجم و اینجا پای حریف رو خارج میکنه و موفق بشه یه امتیاز دیگه. پرس بیگانه این دلاور همچنان میدونه که فنری بخواد تو اینکه بتونه چرا اینجا حریف بیرون چه خواد دو امتیاز و امتیاز دیگه میگیره. حملات کشتی ما کوبنده باشه دستی رو کش میزنه اینکه بتونه فورت بزنه خارج کنه. اینجا به سبک امیر حسین زاره حریف رو خارج میکنه و موفق میشه یه امتیاز دیگه. فوتبال کشتی میگیره دلاور کشم یک بار دیگه با حملات پی در پی قوس میکنه و اینجا تا دولت هم بزنه خواد دو امتیاز دو امتیاز دو امتیاز دایره رو تایید میکنن. نه دو امتیاز میگیرن دو امتیاز میگیرن یه لحظه نوک شد و بعد از اون فرقی نمیکنه برای ما، فرقی نمیکنه. دو ثانیه یک ثانیه تمام تمام گلبانگ پیروزی به صدا در میاد. مدال طلای فردین هدایتی رو به جشن بگیرن تبریک میگیم. یه پیروزی شیرین و شیک و دلچسب. در نهایت تیم ایران که تو مسابقات سال گذشته غایب بود اول شد. نظر شما راجع به نتایج فرنگی کاران ایران چیه؟ تا مسابقات آزاد خدا نگهدار.